در مکتب استاد، درس هایی از پرورشکده سیر انشایی تحول جوهری. خیش را بشناس، نز راه قیاس. خودشناسی و خداشناسی با دکتر سید مصطفی آزمایش. آرزوی سلامتی و توفیق شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. چون براید جان یم با جان خم، خم ز دریاها برآورد اشتلم. حافظ می‌فرماید بهشت اد نگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازی. معنی این حرف، این راز، این سخن شگرف چیه؟ ما در بحث انرژی و نیروی جاذبه، نیروی جاذبه انسان، نیروی جاذبه موجود زنده‌ای به نام انسان، اینجا ما با موجود زنده سر و کار داریم. موجود زنده خردمند یه مقوله از انسان، موجود زنده جذاب یک مقوله دیگه. انسان یک موجود زنده با یک میدان جاذبه بسیار نیرومنده. این جاذبه نیرومند انسان یک انرژی فردیه، انرژی فردی عزیزان. حال این انرژی فردی یعنی انرژی ایندیویدوال، یعنی ایندیویدوال انرژی، این در شرایط معینی میتونه به یونیورسال انرژی یعنی انرژی عام حاکم بر کیهان پیوند بخوره. چطور؟ شما یک لیوان آبی رو در نظر بگیرید که محتوای یک مقدار معین مایع باشه. حال اگر که شما این لیوان رو در شرایط عادی سوراخ بکنید چه اتفاقی میفته عزیزان؟ توجه بفرمایید، این یه لیوان، توش آبه، شما اینو سوراخ میکنید، نیروی جاذبه زمین این آب رو میکشه بیرون از این سوراخ و این خالی میشه از محتوای خودش. اینجا نیروی جاذبه زمین روی این مایع اثر میکنه و این رو از این سوراخ خارج میکنه. اما اگر شما این لیوان آب رو روی سطح اقیانوس قرارش بدید و درش یک سوراخ تعبیه کنید،
نیروی جاذبه زمین پیش از این که بخواد آب این رو بکشه بیرون، قانون ظروف مرتبطه نیروی دیگری وارد میکنه که به سبب اون آب اقیانوس وارد این لیوان میشه و این رو پر میکنه و غرقش میکنه. یعنی اینجا یک نیروی دیگری وارد میشه که فائقه بر نیروی جاذبه زمینه. اجازه نمیده نیروی جاذبه زمین روی مایع محتوای این عمل بکنه و خارجش بکنه. آب اقیانوس رو داخل این میکنه. اینجا این لیوان پر از اقیانوس میشه. در شرایط قبلی لیوان پر خالی میشد از محتوای خودش، اما در این شرایط به سبب دخالت یک نیروی دیگه، یعنی قانون ظروف مرتبطه، این لیوان نه فقط از محتوا، اصلا مسئله محتوای لیوان دیگه نی، این لیوان غرق میشه، نه اینکه پر میشه، اصلا غرق میشه در اقیانوسی که درش یه دفعه به جوشش در میاد به سبب عملکرد یک نیروی دیگه، یک انرژی دیگه که اینجا وارد عمل میشه. یعنی چی؟ یعنی این لیوان همون لیوانه، اما پر از اقیانوس میشه. اقیانوس درش سریان پیدا میکنه. چرا؟ بنا به دخالت یک نیروی دیگر. حال این نیروی دیگر که سبب میشه این لیوان پر از اقیانوس بشه، همون عاملیه که انرژی فردانی جاذبه شما رو به انرژی کیهانی، جاذبه کیهانی پیوند میزنه و شما رو پر از اون انرژی میکنه و شما رو در اون انرژی مستقر میکنه. البته به شرطها و شروطها، البته کار هنگفت میبره و متد خاصی داره و معلم میخواد، خود به خود اتفاق نمیفته و معلم یعنی اون کسی که سرپرستی میکنه شاگرد رو، یعنی لحظه به لحظه بهش تکنیک عملی یاد میده و لحظه به لحظه درسش رو تست میکنه، چک میکنه و نمره قبولی بهش میده یا نمره تجدیدی بهش میده یا نمره ردی بهش میده، یا تشویقش میکنه یا تنبیهش میکنه تا پله پله این تحول پیدا کنه و به درجه ای برسه که آب محتوای لیوانش در محتوای اقیانوس حل بشه و خودش در اقیانوس منغمر بشه. این واقعیت میتونه به وقوع بپیونده. چرا؟ چون جهان، در جهان یک نیروی سریان داره عزیزان، یک نیروی جریان داره در جهان که جهان به سبب اون نیرو برپاست و اون شخصی که به این مدار برسه که اون انرژی فردانی جاذبه خودش به این نیرو پیوند بخوره، به سبب این نیرو در گردش و جنبش در میاد. اینه که بیان میکنه، میگه اگر چرخه، یه فرفره رو در نظر بگیریم، بذاریم بچرخه این فرفره، بچرخونیم، بذاریم بچرخه، این میچرخه تا موقعی که این انرژی که شما بهش دادین در این عمل بکنه، اینو میچرخونه. وقتی این انرژی تموم شد نگاهی میسته. اینه که میفرماید اگر چرخ وجود من زگردش ها فرو ماند، بگرداند مرا آن کس
که این گردون بگرداند، یعنی با اون انرژی در حرکت به اونجا رسیده. اما 40 سال، 40-50 سال بیشتر زحمت بر مبنای یک اسلوب و تکنیک خاص با یک معلم و مربی حاذقی که این راز رو فهمیده باشه و تجربه کرده باشه و ضمناً ظرفیت تعلیم و تربیت هم داشته باشه، اون وقت این نتیجه ازش حاصل میشه. اما حالا ما تو اون مدار صحبت نمی کنیم، در همین زندگی روزمره داریم راجع بهش صحبت میکنیم. یعنی میخواییم ببینیم که چرا یه آدمی میتونه موفق باشه و درهای توفیق روش باز بشه و برعکس اشخاصی هستن که مرتب فکر میکنن که بد میارن و بدم میارن. چرا این شخص اینجوریه، اون شخص اونجوریه، در حالی که هر دوشون موقعی که متولد شدند اون نیروی جاذبهشون برابر و یکسان بوده. چرا؟ چرا اینطوری میشه؟ چرا یه شخصی میتونه امور پوزیتیو و مثبت رو به خودش جذب بکنه و یک شخصی هر گرفتاری و ناهنجاری و ناهمواری رو به طرف خودش بکشه؟ چرا؟ این در ابتدا نیاز به درک راز نقطه نظر داره. گفتیم که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف بردند از مکه، مهاجرت فرمودند، هجرت فرمودند، عازم مدینه شدن، در ابتدای خروج از مکه ایشون برای اینکه از چنگ دشمنان به سلامت حرکت کنند ابتدا تشریف بردن به یک غاری و در اون غار استقرار پیدا کردن تا دشمنان بیان و برن. در اثنای راهی که داشتن تشریف می‌بردن از شهر بیرون و کسی اطلاع نداشت از مسیری که ایشون دارن توش می‌رن و در حقیقت حضرت علی علیه السلام به جای ایشون در منزل ایشون بودن و دشمنان غافلگیر شدن چون آمادگی برخورد با اون صحنه رو نداشتن و هاج و واج موندن تا بیرون اومدن از منزل و دنبال ایشون به جستجو حرکت کردن، ایشون که از شهر خارج شدن و رو به کویر داشتن تشریف می بردن که خودشون رو به کوهستان برسونن، برن در یک غار اونجا مأمن و پناهگاهی باشه براشون، وسط راه که داشتن می رفتن یکی از اصحاب خودشون رو ملاحظه کردن که در از جانب صحرا داشت برمی گشت به شهر و حضرت فرمودن شما هم با من بیا بریم، در این من دارم یه جایی میرم، شما بیا با هم دیگه بریم. و با هم رفتن توی اون غار. در اینجا این مطالبی که الان بیان میکنم میفرماید که و قال لصاحبه لا تخف الله معنا، این در قرآن مجید ذکر شده. یعنی وقتی اینها رفتن درون غار و ماجرا بر اون صحابی پیغمبر آشکار شد که یه عده‌ای در تعقیب ایشون هستند، ایشون یه حالت خیفه‌ای بهش دست داد که پیغمبر می‌فرماید لا تخف، یعنی نترس. چرا؟ چون اون ترس باعث میشه که اون نیروی جاذبه کانالیزه بشه. یعنی اون اشخاصی که اومدن الان دارن میخوان بگردن نمیدونن از کجا برن، اون ترس میتونه این نیروی جاذبه رو در جهتی به جریان در بیاره که اون اشخاص جستجوگر رو جذب کنه، درست بیاره سر همون قاب. ایشون فرمودن که لا تخف، نترس، نگران نباش،
الله معنا، خداوند با ماست. این نیروی ایمان. بعد چه اتفاقی افتاد؟ می‌فرماید و خداوند فرستاد سکینه خودش رو. سکینه اون آرامش قلبیه. این آرامش قلبی وقتی مستولی بشه دیگه نیروی جاذبه در جهت منفی حرکت نمی‌کنه که سانحه و حادثه و اتفاق منفی رو ایجاد بکنه، که اون دشمن قهار جراری رو که با تیغ برهنه اومده صاف بیاره به سر وقت آدم. در نتیجه ایشون احساس آرامش بهش دست داد. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد که این دیگه در قرآن مجید نیست، اگرچه در قرآن مجید سوره به نام سوره عنکبوت داریم، اما این قسمت در قرآن مجید نیست. در روایاتی که گفته میشه که در واقع ما میتونیم الان با این توضیحاتی که بیان کردیم بگیم که نیروی جاذبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد عمل شد و بلافاصله تعدادی عنکبوت که در اون صحرا و بیابون و کوه کم نیستن اومدن و به سرعت شروع به تنیدن تار کردن، به طوری که اون غار یک حالت متروکه و مندرس به خودش گرفت که دیگه هیچ توجهی رو جذب نمی‌کرد. هیچ توجهی رو به خودش نمیگیره. یعنی اگر کسی به دنبال کس دیگری میگشت و از کنار اون غار عبور میکرد، در مخیلش خطور نمیکرد که ممکنه در اون غار کسی باشه. نیروی جاذبه اینجوری عمل میکنه. یعنی نه این که ایشون در نظر بگیره که یه عنکبوتی بیاد اونجا تار بتنه، یعنی این نیروی جاذبه وقتی انسان ایمان داشته باشه و اینطوری نگاه کنه از این نقطه نظر که اینها به ما دست پیدا نمی کنند، اون وقت خودش عمل میکنه. ببینین توجه بفرمایین، یه عنکبوتی که میاد و از این طرف به اون طرف و از اون طرف به اون طرف این تارهای حامل رو میبنده و بعد اون تارهای دیگر رو به اینها سوار میکنه، این موقعی که شروع میکنه این کار کردن قبلا هیچ طرح مهندسی در نظر نداره، هیچ نقشه‌ای نمیکشه، شروع میکنه به کار کردن. یعنی کار کردنش تابع مکانیزم غریزه است، تابع مکانیزم عقلانی نیست، تابع مکانیزم غریزی. اینجوری شروع میکنه کار کردن، این خاصیتش. حال این نیروی غریزه عنکبوت میتونه توسط اون نیروی جاذبه اون شخصی که میتونه جاذبه خودش رو در جهت پوزیتیو در اون مجرا به حرکت در بیاره به این صورت به کار گرفته بشه. اینه که میگه و لا یعلمو، یعنی هیچ کسی نمیدونه. هیچ کسی چیو نمیدونه؟ سپاه خدا رو، غیر از خود خدا. سپاه خدا، سپاهیان خدا رو، یعنی عنکبوتی که داره اینجا بر خودش راه میره، این یک دفعه به این ترتیب وارد عمل میشه. این میشه یه دونه سپاهی، این میشه یه دونه مأمور. چه چیزی این رو به مأموریت؟ اون نیروی جاذبه. نیروی جاذبه کی؟ از کجا؟ نیروی جاذبه اون شخصی که میتونه این نیروی جاذبه رو در یک جهت پوزیتیو به حرکت در میاره. چون اونجا هدف این بود که دشمن نتونه جای اینها رو کشف بکنه. اون نکته‌ای که توی این ماجرا وجود داره که کلید رمز معماست، همون الله معنا، لا تخف، لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یعنی ترس و حزن، این دو مجرای
منفی کردن نیروی جاذبه شما هستند. ترس و دپرسیون، حزن. حزن الان تو لغتنامه جدید روانکاوانه برابر با دپرسیون. این نیروی جاذبه رو در جهت منفی به جریان در میاره. یکی ترس، یکی حزن. لا تخافو و لا تحزنو. اما عدم ترس و عدم حزن راه رو میبنده، این کانال منفی رو میبنده و برعکس نیروی ایمان مجرای مثبت حرکت نیروی جاذبه شماست که عوارض مثبت ایجاد میکنه. اگر اون شخص، اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غار میترسیدن، همون نیروی ترس، همون یعنی کانال ترس، نیروی جاذبه رو در جهت منفی به جریان در می آورد و اون اشخاص رو صاف برمی آورد در غار. با شنیدن یک ترانه صحبتمون ادامه.
خب عزیزان، پس این نیروی جاذبه رو ما متوجه شدیم کما بیش که چیه. اما در کنار نیروی جاذبه گفتیم دو کانال، دو مجرا، دو دریچه، دو دهلیز وجود داره که اینها 180 درجه با همدیگه تباین داره. یک دهلیز، دهلیز منفی، که اگر این نیروی جاذبه از اونجا به جریان بیاد، حوادث ناگوار و امور ناهنجار رو جذب میکنه به طرف آدم، نه یکی دو تا سه تا چهار. برعکس اگر از مسیر مثبت به جریان در بیاد، از کانال مثبت، از دریچه مثبت، امور مثبت رو جذب میکنه. در مثالی که زدیم در مورد کریستوف کولوم، در گفتارهای دیگه بیان کردیم که اون مردم مظلوم، اونها با دل شکسته و حالت استیصال که دستشون از همه جا کوتاه بود، اونها این نیروی جاذبه خودشون رو فعال کردن برای آوردن یه ناجی. ناجی از آسمون نیومد، ناجی از اونور دنیا سوار کشتی شد رفت. یعنی نیروی جاذبه عمل میکنه. اینها نمیدونستن که اصلا کریستوف کولوم کیه که بخوان جذبش کنن. نیروی جاذبه خودش عمل میکنه. لازم نیستش که آدم با یه عنکبوتی ارتباط برقرار بکنه تا عنکبوته رو بیاره که این کارا رو بکنه. همین که بخواد از چشم دشمن مخفی باشه، عنکبوت وارد صحنه میشه، نیروی جاذبه جذبش میکنه. دیگه طرحی در ذهنش نیست که حالا من برم تو غار و یه کاری کنم یه دوتا عنکبوتم بیاد این کارا رو بکنه. خودش عمل میکنه، نیروی جاذبه مستقل عمل میکنه. اما شرطش اینه که شما اون عواملی رو که سبب منفی شدن مجرای نیروی جاذبه بشه، یعنی ترس و حزن، اونها رو مسدود کنید و برعکس اون دریچه ایمان رو باز بکنید. یعنی ایمان، یعنی یقین داشته باشین به این که شما امسال در مسابقات المپیک پکن 8 مدال طلا جذب میکنید. گفتیم که نیروی جاذبه در هر کسی وجود داره. اما این نیروی جاذبه که در هر کسی میجوشه، مانند یه دونه چشمه کوچولوئه که دائم تا آدم زنده است این نیروی جاذبه داره میجوشه توش. و رو هر چیزی هم اثر میذاره. حال توجه بفرمایید عزیزان که این چشمه کوچک آبی که داره میجوشه، آبی که ازش میاد بیرون، این بنابر قانون سد که براتون تعریف کردم، وقتی یه نفر میخواد بره یه جایی، مثلا فرانسه میخواد بره تو قسمت مستعمرات خودش در آمازون، اونجا یه پایگاه پرتاب سفاین فضایی رو درست بکنه، موشک آریان 5 رو. اونجا اولین کاری که میکنه اینه که نیاز داره برای پایگاه خودش تأمین روشنایی بکنه، تأمین انرژی بکنه، به همین دلیل نیاز به الکتریسیته داره. خب چی کار میکنه؟ فوری سدی درست میکنه. آبی رو که داره میره جلوش رو میگیره برای اینکه یک انرژی پتانسیالی درست بکنه که از طریق دریچه هایی که بر اون سد تعبیه میکنه، توربین های خودش رو به گردش در بیاره و نیروی الکتریسیته تولید کنه که اون پایگاه رو روشن کنه. پس اولین کاری که لازمه بکنه چیه؟ انباشت اون آب، انباشت نیروی جاذبه. این نیروی جاذبه وقتی انباشت بشه، یک پتانسیال بسیار زیادی پیدا میکنه، بسیار زیاد. یعنی این پتانسیال انرژی که داره
خیلی خارق العاده است، خیلی خارق العاده است. اون کسانی که زیر نظر یک معلم و مربی که پله پله به اینا یاد میده چیکار کنند، اونها قادر میشن که این انرژی رو وارد فاز انباشت بکنن، این نیروی جاذبه طبیعی رو وارد فاز انباشت بکنن. وقتی که دوچار انباشت بشه، اون وقت پتانسیل بسیار زیادی درش ایجاد میشه و اون وقت وقتی این رو به این سمت یا اون سمت یا هر سمتی کانالیزه بکنن، بنا به اراده خودشون آثار غریبی ازش ظهور میکنه، نه به طور تصادفی و اتفاقی و غیر قانونی، بلکه بنا به اراده خودشون. این بیداری، این در واقع به خود آمدنه. اما کسانی که زمان رو میگذرونند با غفلت، در وسواس، در اضطراب، در ترس، در حزن، در اندوه و اتاقشون تاریکه، فضاشون تاریکه، هرگز از پنجره اتاقشون نوری به درون نمیتابه، عینک بسیار تیره‌ای به چشمانشون زدن، همه چیز رو تیره می‌بینن و دنیای خودشون رو با دست خودشون و با انرژی جاذبه خودشون تیره می‌کنن. این اشخاص اگر هم که آزارشون به دیگران نرسه، بر حسب ترمینولوژی قرآن مجید ظالمون لنفسه به شمار میرن، یعنی کسانی که به خودشون ستم میکنند، به خودشون ستم میکنند، چون از راه غفلت به گدایی رسید، چون غافلن از این گنج بی پایانی که من که راه بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. حافظ میگه به همین دلیل عزیزان، انسانی که میتونه صد گدای همچو خود را بعد از این قارون بکنه، اگه از راه غفلت روزگار بگذرونه و در فلاکت از این دنیا بره، این ظلم به خودش نکرده، کرده، مسئوله. این رو بهش میگن ظالمین لانفسهم در قرآن مجید. حال در برابر این اشخاص یکی گروه دیگه هستند که اینها ظالمین لغیره هستند، یعنی مثل همون موبدانی که در آن سوی اقیانوسا در تمدنهای منهدم شده و از میان رفته و منقرض شده و برچیده شده مایه ها و آستک ها و انکاها، اینها به دیگران ظلم میکنند به هر نامی، دیگران رو قربانی میکنند، مانع رشد استعدادهای دیگران میشند، مانع از این میشند که دیگران از خواب غفلت بیدار بشند و نیروی جاذبه خودشون رو در مسیر پوزیتیو به جریان در بیارند. اینها ظالمین لغیره هستند، یعنی یکی هست که ظالم به نفس خودش و به خودش ظلم میکنه، یکی هست که به دیگران ظلم میکنه. اما در اون کسانی که تحت حاکمیت و انقیاد ظالمین لغیره قرار دارن، یعنی ظالمین لغیره همینی که اصطلاحاً بهش میگن اهل استبداد، مستبدین، میگن دسپوت، میگن دیکتاتور مثلا،
اون کسانی که در تحت انقیاد دیکتاتورها و دسپوتها یعنی جباران و ظالمین هستند، به اون مردم چی میگن؟ بحث بر سری. یه موقعی من ظالم لنفسه هستم، یعنی اینی که خودم به خودم ظلم میکنم، یعنی تمام شرایط مهیاست برای اینی که من این نیروی جاذبه خودم رو از روی قانونمندی به کار بگیرم و در مسیر پوزیتیو و حرکت در بیارم، نه خودم فقط از فلاکت نجات پیدا کنم، بلکه صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. همه شرایط مهیاست، اما من نمی کنم این کار. یعنی من همچنان در طور نامرئی ترس و اندوه و حزن و غم و گرفتاری و بعد دست و پا می زنم. این ظالم اخ به خودم دارم ظلم می کنم تا دنیا بره. اما اون کسی که می خواد نیروی خودش رو بیدار بکنه، میخواد به طور مثبت به کار بگیرش، اما عواملی هست که مانعش میشه. ببینید، یه موقعی شما میخواین این میز رو از جاش بردارید، اما نمیتونید، چون این میز بسیار سنگینه و شما کمزورید. خب شما نمیتونید این میز رو بردارید. یه موقع شما این میز رو میتونید بردارید از جاش، زورتون کفایت میکنه که این میز رو بردارید، اما دستتون رو بستن، در نتیجه نمیتونیم این میزو برداریم از جاش. هرگاه که انسان به سبب دخالت عواملی خارج از خودش ناتوان از فعال کردن نیروی جاذبه خودش و پرورش اون بنابرای قانون انرژی پتانسیلی که گفتن بشه، اون شخص رو که بنا به دخالت عوامل خارجی، یعنی زور، یعنی سرکوب، یعنی افتادن به هچل استبداد، نتونسته نیروهای خودش رو بیدار بکنه و با اون وضعیت ناهنجار از دنیا رفته، اون شخص رو بهش میگن مستضعف. پس مستضعف اینه معنا. مستضعف جنبه مالی نداره، مستضعف جنبه اقتصادی نداره عزیزان. مستضعف برمیگرده به این که شما بتونی نیروی جاذبه خودت رو فعال بکنی یا نکنی. به خود برمیگرده، به بیدار کردن خود برمیگرده، به بیدار کردن قوای خود برمیگرده، به بیدار کردن قوای فطری که خداوند در وقت آفرینش آدم و بنی آدم، در فطرت و طینت آدم و بنی آدم قرار داده و ما موظفیم که اونها رو بیدار و فعال کنیم. حال اگر یه عواملی دخالت بکنه و مانع از این بشه که ما بخوایم این قوا رو بیدار بکنیم، بخوایم اما دستمون بسته باشه، شرایط ازمون گرفته شده باشه، اون وقت ما میشیم مستضعف. استضعاف از ریشه ضعف میاد. ضعیف یعنی کسی که ناتوان یه کاری بکنه، زورش نمیرسه این میزو برداره. اما مستضعف یعنی کسی که قویه، میتونه میزو برداره، اما به استضعاف کشیده شده، یعنی به ناتوانی واداشته شده، یعنی دستش رو بستن. حال میفرماید و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، یعنی ما اراده کردیم که منت بذاریم بر سر کسانی که به استضعاف کشیده شدن در روی زمین، و تصمیم گرفتیم که زمین رو به اینها به ارث برسونیم. اینه معنیش، توجه بفرمایید. این تفاوت استضعاف و تفاوت ضعف و تفاوت ظلم. اینها مقوله هایی هستند که از همدیگه باید تفکیک بشن.
مقوله هایی هستند که به جای خود باید مورد بررسی قرار بگیرند. در فرهنگ قرآنی، فرهنگ آسمانیه، فرهنگ الهیه. اما اگه من نشناسم این حرفا رو، در پی شناختش بر نیومده باشم، چه اتفاقی میفته؟ اگر من غافل باشم چه اتفاقی میفته؟ سنایی یه مثال زده، همون مثال خفته را خفته کی کند بیدار، عالمت غافل است و تو غافل. اشکال اینجاست، این هاست عزیزان. یعنی اگر شما میبینین که یه دفعه یه تیمی حرکت میکنه از یه جایی میره به یه جای دیگه برای مسابقات شرکت کنه، تیمی که چند صد تا آدم توشه، هیچ نتیجه نمیگیره و یه نفر میره و 8 مدال طلا میگیره، فرق این دوتا چیه؟ در اینه که اون نیروهای خودش رو شناخته، بیدار کرده، به کار گرفته، در مسیر پوزیتیو ازش استفاده کرده. اما این یکی نتونسته، چون قضا قرتکی زندگی کرده، گفته ما میریم اگه خدا بخواد اینجوری میشه، اگر هم اینجوری نشد یعنی خدا نخواسته، در حالی که جهان رو خداوند قانونمند آفریده، انسان رو مسئول آفریده. وقتی میگم انسان، به طور کلی راجب انسان کلی صحبت نمی کنم، راجب خودمون صحبت میکنی، راجب من و شما صحبت. یعنی یه فرهنگیه که فرهنگ بیداریه، رو بیداری دور میزنه، رو مدار بیداری میچرخه. یه فرهنگیه که رو مدار خرافه میچرخه. خب نتیجهش همه جا مشخصه دیگه. الان که انسان نمیتونه سرشو بکنه زیر لاف و هی مانند دونکیشوت مثلا سوار یه دونه قاطر بشه با یه شمشیر چوبی بره جنگ آسیاب بادی، بعد بکن دنیا رو گرفته، که نمیشه که. نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه صومعه داران ره کاری گیرند. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. پس الان ما در زمانی زندگی میکنیم که هر حرفی، هر گفتهی، هر ادعایی فوری به محک نقد تا سیه رو میشود، هر کی در او قش باشد بلا فاصله به نقد. پس ما مشاهده میکنیم که الان جهان عرصه تقابل فرهنگ‌های گوناگونه، فرهنگ‌های انسانساز و فرهنگ‌های انسانکش. یعنی نه اینکه به طور فیزیکی یکی رو بکشن، نه، یعنی اون نیروهایی رو که در وجودش وجود داره یه عامل بازدارنده‌ای هست که مانع رشدش میشه، مانع جوششش میشه. یعنی سیستم استضعافیه، بر استضعاف دور میزنه. یه سیستم کلینیالیستیه، بهش میگن سیستم استعماری. یه سیستم فریب، تزویر، بهش میگن سیستم استعماری. یه سیستم از طریق ترویج خرافات به طور سیستماتیک مانع بیداری میشه، این سیستم استضعافیه. در این سیستم استضعافی این نیروی جاذبه مسکوت میمونه و چون انسان اسیر خرافه است، در آب راکد ذهنش چه چیزایی رشد میکنه؟ هر چیزی که منفیه. چه نتایجی به بار میاره؟ نتایج منفی دهشتناک. آدم ها توش بیمار میشن. بیماریه. بزرگترین بیماری اینه که انسان از این نیروی خارق العاده جاذبه بر علیه جان خودش، بر علیه وجود خودش استفاده بکنه. تا گفتار دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. علی نگهدار.